توی خونه هاتون میدونین میخواییم این قسمت از چی صحبت کنی؟ غریبه. راستی غریبه کیه؟ ما به چه کسایی باید اعتماد کنیم و به چه کسایی نباید اعتماد کنیم؟ آیا هر کسی که توی خیابون به ما سلام میکنه با ما آشنا و دوسته؟ آیا باید به حرف کسایی که نمیشناسیمشون توجه کنیم؟ آیا باید به حرف هر غریبه گوش کنیم و با اونا همراه بشیم؟ بذارین ببینیم تو این قسمت رابین و نارشین چی برامون دارن که تعریف کنن. دوست من بوده قدیما. نارشین چرا نشستی؟ خسته شدم یکم. تو چی؟ منم خستم یکم دارم استراحت میکنم. با دوستای جدیدم میخوام بریم گیجه برای بازی، میگن خیلی باحاله. اینا فامیله روزان؟ نمیدونم. دوستا جدیدشن؟ شاید، ولی نباید با اونا حرف بزن و دوست باشه، برای اینکه اونا خیلی ازش بزرگترن. بریم بگردیمش. میخوای به جای رفتن صداش کنیم؟ فکر خوبیه. روزا؟ 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 شده؟ اینه دوسته جدیده تا؟ آره تازه برم دوشه، من میخوام ببرم به یه زمین بازی خیلی باحال تر. نریا. چرا؟ خوب نمیشناسیشون. سنشون از تو خیلی بیشتره. من دوستان با هم مهربونن. این که دلیل نمیشه، تازه دیدیشون و نمیشناسیشون. یه برگردون خونه داره میریم. من نمیام، من بعدش میام. به 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 چه دوسته ای؟ اینه دوسته ای تو هم روزا؟ آره، این نارشون هم پسر خالش رویم. چه خوب، خوبی؟ ما که شما رو نمیشستیم، چرا باید تو دست بدیم؟ مامانم گفته به قریبه ها دست نده. و نارشون بهت گفتم که اینه دوسته ای منن. همه که آقامو گفتم و نارشون بده. ای وای، واقعا روزا داره با اون غریبه ها میره بازی کنه؟ به نظر من که کار خوبی نمی کنه. نظر شما چیه؟ خب حالا چیکار کنیم؟ میخوای پدر مادرش بگیم؟ فکر خوبیه. از دستمون راحت نمیشن؟ میخوای از فرشته کمک بگیری؟ نه نه، اصلا قضیه پرسیش نکن. فرشته که پلیس نیست. بلندشو خیلی دیرم شده.
آفرین به رابین و نارشین که به حرف غریبه ها گوش نکردن و باهاشون نرفتن. امیدوارم برای روزا اتفاق بدی نیفته. سلام مامان جون، خوبی عزیزم؟ خسته نباشی مامان. نارشینو برده خونهشون؟ آره رفتیم آقا خونه آقای سعیدینا، بعد نارشینو گذاشتم خونه. ماما سعیدینا چرا؟ ماما یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی؟ روزا با چند نفر دیگه رفته یه جای دیگه بازی کنه. یعنی چی؟ میدونم اشتباه کرده اما باز گفتیم رفت. عجب کار بدی کرده این بچه ها. ما به مامانش خبر دادیم. خوب کاری کردیم مامان جان. ای فرشته مهرب، روزا به کمکت احتیاج داره، لطفا کمکش کن. وای من خوابم یا بیدار؟ بیداره بیداری. پس چجوری میبینمت؟ خب عزیز دلم، هر وقت تو با من کار داشته باشی فقط کافیه صدام کنی، منم خیلی سری میام پیشه. الان مامانم میاد. خب نگران نباش، اون اصلا منو نمیبینه، فقط تو منو میبینی. الان مامانم میاد تو رو میبینه؟ نه نمیبینه. مامان جان داری چی کار میکنی؟ هیچی، من دارم دعا میکنم. به چی داری نگاه میکنی؟ هیچی، فقط خندم گرفت. خب ببین عزیزم، مامان روزا حالش خوب نیست، من میرم خونهشون و میام. از در بیرون نمیری، تکالیفتم انجام میدی تا من میام، باشه؟ باشه مامان. واقعا تو رو ندی؟ من که گفتم منو نمیبینه. خب حالا بگو ببینم چی شده. من یه دوسته اسمش روزاست، با چند نفر قریبه رفته بیرون بازی کنه. خب گم شده. اوه اوه اوه، به نظر تو کار خوبی کرده؟ نه اصلا. آفرین. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه به آدمای غریبه نباید اعتماد داشته باشه، چون کار خیلی خیلی اشتباهیه، مگه نه؟ بله. بعدم اینکه اگر بخوایم با دیگران یا با غریبه ها در ارتباط باشیم، حتما باید پدر و مادرمون اطلاع داشته باشه. درسته؟ بله، بعد ما با مامان باباشون برن. آفرین. حالا تا دیر نشده من برم کمک روزا، باشه؟ یا این تو میتونی پیداش کنی؟ سعی خودمو میکنم. شد مامان؟ هیچی. میبینی تو رو خدا این دختره رو؟ مامان باباش دارن سکته میکنن، به پلیس هم خبر دادن و پلیس هم داره دنبالش میگرده، خدا کنه اتفاقی براش نیفته. بلایی سرش نیارم. خب تو هم، تو رو خدا، همینجوری هم کم استرس دارم من، تو هم بذار روش. من که چیزی نگفتم. خب مثل اینکه رابین یه فکرهای توی سرش داره.
رابین؟ کجا میری با این عجله؟ چی شده؟ پلیس روزا رو پیدا کردن. وا، صدایی که از بیرون نمیاد این از کجا فهمید؟ سلام خاله نارشین هست؟ سلام خاله جان. آره هست، بیا تو. چی شده؟ چرا انقدر آشفته ای؟ میخوای برات یه لیوان آب بیارم؟ نه خاله ممنون، میشه نارشین رو ببینم؟ آره خاله جان. یه کار مهم با نارشین داشتم. خب بگو ببینم چی شده؟ پلیس روزا رو پیدا کردن، دارم میارنش. تو از کجا بدونی؟ تو به اینا کارت نباشه، یه چیز خیلی مهمه. تو بگو ببینم کی روز رو نجات داده. منظور چیه؟ یعنی تو فکر میکنی کی اینا رو از این مخمصه نجات داد؟ نمیدونم. همون فرشته خانومه که اومد اتاقت همون نجاتشون داد. آخه گفت که به من پیداش میکنه. یعنی تو میدونستی؟ بله که میدونستم، من خودم ازش کمک خواستم. تو از کجا فهمیدی؟ من سیستمی درست کردم که هرچی دوربین قدیمی از کار افتاده محل رو درست میکنه، بعد به من وصلشون میکنه. البته اونا به یه چیز دیگه وصلن، ولی من اونا رو هک میکنم. با این کار اشتباهه. میدونم، ولی برای پیدا کردن روزا مجبور بودم. آره درست بگی. حالا بگو چی دیدی؟ وسط اون همه بزن بزن و بگیر بگیر فکر کن کی بود؟ بگو دیگه کی بود؟ فرشته، همون که ازش فیلم گرفتیم. پس به حرفش عمل کرد. یعنی چی؟ من با فرشته حرف زدم، ازش کمک خواستم. پس کار تو بود. بچه براتون میوه پوست کندم، بیاین بیرون بخورین، منم دارم میرم. مامان کجا میری؟ مامان جان دارم میرم پیش مامان روزا. روزا پیدا شده، پلیس زنگ زده، منم میرم پیششون. باشه؟ منم برم اشکا بنویسم. برو عزیز دلم. مادر جان بیا میوه تو بخور تا من برم برگردم. تو واقعا یه فرشته مهربونی. تو هم یه دختر خوشگل و دوست داشتنی هستی. هم به من کمک کن هم به دیگران. بله، یکی از مهمترین کارهای فرشته ها اینه که به دیگران کمک کنه. یعنی چی؟ منم میخوام فرشته باشم. میدونی راز فرشته شدن چیه؟ چیه؟ راز فرشته شدن اینه که تو به دیگران کمک کنی، محبت کنی، عشق بدی، دوستشون داشته باشی، اما بدون توقع. یعنی چی؟ بدون توقع یعنی اینکه در قبال کاری که براشون انجام میدی نخوای برا تلافی کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون عشق و محبتت خالصانه باشه. خالصانه کیه؟ خالصانه یعنی اینکه از ته 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 دلت باشه. تو هم باید قول بدی که واسه تو این از این اتفاق نیفته. باشه؟ باشه باشه فرشته ای مهربود. اومدم. میبینی عاقبت کاری که اشتباه باشه چیه؟ وقتی بزرگترها یه چیزی میگن ممکنه شما کوچولوها خوشتون نیاد، ولی پدر و مادرها صلاحتون رو میخوان، پس همیشه باید به حرفشون گوش کنی. خب دیگه امشبم روزا خانوم میره پیش مامان باباش میخوابه دیگه. خوبه مگه نه؟ منم دیگه کم کم برم، باز هر کاری داشتی فقط کافیه صدا کنی. باشه؟ خب پس امشبم روزا خانم پیش مامان باباش میخوابه. خوبه؟ معلومه که خوبه. اگه دیگه با من کار نداری منم برم،
فقط هر وقت کارم داشتی کافیه صدام کنی. باشه؟ باشه فرشته مهربون، دوست دارم. منم دوست دارم عزیزم. خدا رو شکر روزا پیدا شد. میدونی تو دختر خیلی خوبی هستی که با غریبه ها جایی نمیری؟ آره مامان. تکالیفتو انجام دادی مامان؟ بله بابا. اون جای بوسه کیه روی صورتت؟ غریبه. ناشین باهات شوخی نکردم ها، اون جای بوسه کیه رو صورتت؟ خاله بوسیده؟ دیدین چی شد بچه ها؟ روزا با اون غریبه ها رفت و ممکن بود براش اتفاقای خیلی بدی بیفته. ممکن بود دیگه خانوادش نتونن اونو پیدا کنن. ممکن بود خیلی بلاهای بد سرش بیاد. اما خدا رو شکر که اون تونست دوباره به آغوش خانوادش برگرده. اما فکر کنم دیگه یاد گرفت که با هیچ غریبه ای جایی نره. میدونین چیه بچه ها؟ توی دنیای اطراف ما یه عالم آدم مختلف وجود دارن که ما نمیتونیم به همشون اعتماد کنیم. ممکنه آدمای خوبی هم باشن ها، ولی ما تا شناخت کافی از اونا نداشته باشیم و تا پدر و مادرمون تایید نکنن که میتونیم با اونا معاشرت کنیم، نباید به هیچ کس اعتماد کنیم، چون میتونه خطرای بدی برامون داشته باشه. میخوام به من یه قولی بدین، هیچ وقت با هیچ غریبه ای هیچ جایی نرین و بدون اجازه پدر و مادرتون هیچ کاری انجام ندین. قول دادینا؟ به امید دیدارتون.